سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی، خواهران، برادران، سلام. چهل سال از اقدام ددمنشانی جمهوری اسلامی و تیرباران رفیق سعید سلطانپور، شاعر، نمایش نام نویس و کارگردان تئاتر می گذرد. رژیم جهل و جنایت سرمایه، سعید سلطانپور را در یکی از شبهای شاد و زیبای زندگیش، در جشن عروسیش دستگیر و بعد از شکنجه، در 31 خرداد سال 1360 به همراه 14 تن دیگر از زندانیان سیاسی به جوخه اعدام سپرد. گلوله‌هایی که 40 سال پیش بر سینه ستبر این گوزن برآمده از جنگل‌های سیاه کل نشستند، هدف بزرگتری را نشانه رفته بودند. اندیشه او، فرهنگ و هنر متعهد، آزادی و آزادگی را، حکم اعدام فرهنگ مترقی و آزادی در سیاه چاله های سرمایه، این بار به نام اسلام و قوانین اسلامی امضا شده بود تا به همراه تشدید جو خفقان و سانسور، آزادی های به دست آمده باز پس گرفته شوند. و از آن پس اندیشه و قلم و هر گونه صدای آزادی خواهی به بند و زنجیر استبداد و خودکامگی کشیده شد. بساط زندان، شکنجه و اعدام برقرار گردید. هزاران نفر زندانی، شکنجه، اعدام و یا ناپدید شدند و صدها هزار نفر مجبور به جلای وطن گردیدند. جرم سعید دفاع از آزادی، برابری و آزادی قلم و اندیشه بود. اندیشمندی وارسته که کلامی جز دفاع از حیثیت بشری و حرمت انسانی بر زبان نراند و تا پایان جان در سنگر توده‌های رنج و کار ایستاد و همین راز پیروزیش بر مرگ بود و ماندگاریش بر تارک آزادی و سوسیالیسم. مرگ سعید چهره نوین زندگی اوست، چرا که قلب او در آثارش و در بطن تاریخ انقلاب ایران برای نابودی ستم و استثمار و زور و سرکوب تپش دارد. کمونیست و انقلابی مبارز سعید سلطانپور از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق و یکی از چهره‌های درخشان ادب و هنر متعهد ایران بود که به خاطر نوشته‌ها، اشعار و نمایشنامه‌هایش سال‌ها در زندان‌های رژیم شاه زیر شکنجه مقاومت کرده بود. برای زنده نگه داشتن هنری پویا و تأثیرگذار که لایه‌های سنگین و خفته اجتماع را به لرزه درآورد. هنری متعهد، مبارز و پیشرو. آنسان که او باور داشت. بدانسان که عشقی، فرخی، گل سرخی و صمد باور داشتند. سعید معتقد بود هنرمند خود محصول هنرمندانه یک ملت است و او، سعید سلطانپور، محصول هنرمندانه کارگران و زحمتکشان بود و هدیه طبقه کارگر به انقلاب خونبار ایران. اندیشه سعید و سعیدها، تبلور خواستها و مطالبات و مبارزات چندین ده ساله توده های زحمتکش مردم ایران است و در بیداری و رسم دلاورانه آنان تبلور می‌یابد و پا برجاست. هنر و اشعار انقلابی او
همچنان گرمابخش قلب مبارزانی است که بر علیه ظلم و ستم و استثمار به پا خواستند. هنری که پس از او هم فکران و هم نسلان مبارزش ره به سوی تباهی و سیاهی و ابتذال برداشت و هر روز تهی و تهی تر گشت. در این وانفسایی که ارتجاع و دیکتاتوری انانگسیخته حاکم تنها مرثیه خوانی و نوحه‌گویی را در وسیع ترین شکل تبلیغ می کند و هنرش بنای گورستان هاست و موسیقیش اشک و التماس و تسلیم و زاری، در روزگاری که بروی فلات گلخون و ساقه زنجیر شبه هنرمندان و نویسندگان نان به نرخ روز خور هنر خود را وسیله‌ای برای ماندگاری و توجیه وضع موجود ساخته اند، این گلمشت خونالوده سعید و هنر اوست که بر فرق ارتجاع و فرهنگ مومیایی شده میکوبد و صدایش در شب خونخوار تنین میاندازد که صدای خسته من رنگ دیگری دارد، صدای خسته من سرخ و تند و طوفانی، صدای خسته من آن عقاب را ماند که روی قله شبگیر بال می کوبد و نیزه های تفته فریادش روی مدار آتیه انقلاب می چرخد. پیش از هر چیز به یاد عزیزانی که به خاک و خون کشیده شدند و در غلطیدن برای آزادی و عدالت در میهن در بند ما درود و سلام میفرستم، به ویژه برای عزیزان کانونی ما، از جمله در واقع برای عزیزان کانونی ما محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، غفار حسینی و سایر عزیزان، به زیاد از سلمان صابوجی تا امروز اهل قلم قتل عام شدن به جرم دفاع از آزادی اندیشه و بیان قلم برای عدالت و آزادی. یک سیاه و لیست فراوانی دارن، آنهایی که هنرمندانی که البته همدست به قول شاملوی عزیز همدست مردمان بودن. من راستش گفتاری داشتم چند سال پیش به همت رفیق یدی شیشفانی، رفقای اتحاد فدایان کمونیست و چند تشکل دموکراتیک، اونجا در یوتیوبری برنامه در بزرگداشت سعید داشتیم در خدمت رفیق عزیزم عباس سماکار و اونجا من گفتار رو بیان کردم که بعدا اونو تنظیم و مکتوب کردم و منتشر کردم و مجددا اونو باز کردم وجوه مختلفشو که در کتاب آماده چاپم نویسنده و موقعیت تنظیم شده. اما امروز برای اینکه رفیق مسعود من دعوا نکنه خودم رو جمع جور کردم، این مطلب رو کوتاه کردم، سر دومش رو منطبق کردم با ساعتی که عزیزان تنظیم کننده و گرداننده برنامه مطرح کردن. از این زاویه من معمولا عادت ندارم کتبی در یک سخنرانی شرکت کنم، ولی اینجا به خاطر رعایت برای اینکه وقت عزیزان دیگری رو که بعد از من سخن خواهند گفت نگیرم، مکتوب این مطلب رو که کوتاه شده است میخوانم. اسم این خطابه رو گفتار رو گذاشتم با سعید در راه، یک گام های مرتب با ناصرم در راه هست بودیم که حالا اینجا در این یادداشت خواهد آمد. باری از قراری برگشته بودم سر کارم، حوالی 3 بعد از ظهر تلفن زنگ زد.
همکاری گفت با تو کار دارند. گوشی را برداشتم. صدای شکسته رفیقی بود با صدایی ترس خورده. چنان گفت شنیدی که یکه خوردم. پرسیدم چی را؟ گفت نشنیدی؟ پرسیدم چرا نشنیدم؟ گفت خبر را. گفتم درازه نده. کدام خبر؟ گفت سعید رفت. گفتم سعید؟ گفت آره بابا، سعید سلطانپور. فهمیدم چه میگوید، اما بی اختیار و ناباورانه با لحنی پرخاشگرانه پرسیدم خب که چه؟ با صدای بغض‌آلود پاسخم داد تیربارانش کردن. تیرباران. وا رفته. پرسیدم کی؟ صدای رفیقم آمد، صدایی که انگار در گلوگش خفه شده باشد. امروز سحر. چه میدانم؟ و گوشی را گذاشت. خودم را ول کردم توی صندلی، مات و مبهوت. نه اشکی، نه دادی، نه فحشی، هیچ، هیچ. نگاهی ول شده به هیچ جا. بعد چهرش آمد روبرویم و میخ شد روی من و مرا با خودش برد. رفتیم به اولین دیدارمان به زمستان 44 جلوی انتشارات رز. دوست گرماو و گلستان سالهای جوانیم محمد رضا اصلانی، شاعر شبهای نیمکتی و روزهای باد، همراه هم بود. جوانی بود بلند قامت و باریک، با دست و پای استخوانی، صورتی کشیده و سوخته، با موهای پرپشتی که به راحتی نمیخوابید و به فهمی نفهمی کاکلی هم داشت. سیبیلهاش هم مثل موی سرش خواب نداشت، سیخ سیخ می ایستاد. حتی گاهی که کوتاهش میکرد باز هم نمیخوابید. ابروهای کشیده به بالای دوتا چشم تیز با پلکهایی که مدام به هم میخورد و هیجان که میآمد تون تون مژه میزد و پلکهایش محکمتر به هم میخورد. پس و سرانجام داماد ما به خون در غلطیده بود. پس و سرانجام این جان شیفته کاکلش خونین شده بود. پس و سرانجام روح خون او را هم گرفته بود. پس و سرانجام خودش غرقه خون جوانش شده بود. پس دیگر برای مردن آماده می شوم را برای خودش ساخته بود این حملت تازه داماد جنگاور عدالت جوی شاعر ما. چهره به چهره در برابرم ایستاده بود و مرا می برد به کوی کن، به کتاب فروشی محمدی روبروی دانشگاه، به میخانه سلمان در خیابان استانبول، به قهوه خانه زیرزمین پاساژ ثابت پاسال، به دیزی خوری قهوه خانه کوچک روبروی کافه فیروزه اون طرف خیابان نادری، به چاله میدان، کشتارگاه، گود عرب ها، پشت پارک شهر، حلبی آباد های اطراف خرد، به خانه محمود دولت آبادی در اون شب پرماجرا، به خانه سیاوش کسرایی، به خانه اکبر، به خانه مادرش که محل دیدارهای ما بود، به خانه من در رشت، به بالاخانه کافه کاکا، به بالاخانه کافه کاکا در رشت که تا ای زنان شعرهای محمد افراشته را با زبان علی غمگسار بشنویم و مستیها و بحثهای داغ اساس بیا برا بگیر به همراه یارانی همدل و البته همیشه با ناصر رحمانی نژاد، البته اگر در زندان نبود. به نیمه شبان مستانه و دزدانه بر سر مزار میرزا کوچیخان جنگلی در سلیمان دراب رشت رفتن و با خشمی آشکار به زمزمه تران خانی کردن یک دم ننهیم قدمی به عقب تا دم مرگ، به بغض کردن ها و کینه پروار کردن ها و دم بستم فرو بستن ها به باغ محتشم رشت، به مرداب انزلی، دم آب کافی علی سبیل با دیگر یاران هماوا و و و و
شعر خانی ها و جزء و دو بدل کردن ها و مبادله خبر از زندان و شرح شکنجه های جانبرکفان و تیم کوه و بحث های ادبی و هنری که همیشه به بحث های داغ سیاسی و جدلی کشیده می شد. تئاتر هم بود. در شهر ما من و گاهی به همراه زنده یاد محمد تقی صالح پور سردبیر روزنامه بازار ویژه هنر و ادبیات عملا همیار انجمن تئاتر ایران همیار سعید و ناصر بودیم. اجرای نمایش دشمن مردم ایبسن با نام دکتر استکمان در آمفی‌تئاتر دبیرستان شاهپور رشت که قبلا در سال 41 در دانشکده هنرهای زیبا به نمایش درآمده بود، حادثه درویشی آرتور میلر در سالن تئاتر محمد رضا شاه رشت که بعد از انقلاب مصادره شد به توسط حکومت اسلامی به زندان سپاه پاسداران تبدیل شده بود، نمایشنامه خرد بورژواهای ماکسیم گورکی با نام انگل ها در سالن تئاتر فرهنگ رشت و شب اجرای نمایش انگل ها سوزن می انداختی جانه بود، زیرا سالن پر بود از دو دسته تماشاچی، از یک سو روشن فکران و چپ و دموکرات گیلانی به خیر عظیم دانشجویانی که از تهران آمده بودند و از دیگر سو سواکی های محلی و اعزامی از تهران. وقتی بازیگری در صحنه که نقش کارگر را ایفا می کرد با صدای نافذ گفت آن که کار می کند ارباب است، سالن منفجر شد از صدای کف زدن‌های جسورانه چپ‌ها و تو چشمان خشمگین سواکی‌ها را می‌دیدی که در فضای نیمی تاریک سالن می‌کوشیدند کف زنان را شناسایی کنند. اجرای نمایشنامه آموزگاران محسن یزبانی در تهران هم در حال هوای جنبش مسلحانه عملاً شورشی بود علیه استبداد شاهی و سرانجام اجرای چهره‌های سیمون مشار بود در سالن تئاتر دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران که ناصر اون زمان زندان بود. اون هم با چه استقبالی و چه شوری و چه حضوری. کارگردان این نمایش سعید بود، اما به جای زنده یاد اصلانی هم که بازداشت شده بود نقش پیرمرد را هم بازی میکرد. به محض اینکه به صحنه آمد سالن با کف زدن تماشاگران از ما از جا کنده شد. مگر میشود نام سعید و سلطانپور و نام ناصر رحمانی نژاد از بنیانگذاران انجمن تئاتر ایران را از تاریخ تئاتر مردمی، تئاتر اعتراض، تئاتر شورش علیه استبداد سیاسی و نظام سرمایه‌داری نادیده گرفت. با همون قاطعیت که نمیتوان سعید را از شعر مقاومت، شعر سیاسی و شورشی، شعر اعتراض علیه استبداد استثمار انسان از انسان جدا کرد و به همین اعتبار هم نمیتوان او را از کانون نویسندگان ایران جدا کرد و نقش او را به سهم خود در دفاع از آزادی اندیشه و قلم و بیان بدون هیچ حصر و استثنا نادیده گرفت. میخواهم تأکید کنم که سعید شاعر، سعید کارگردان و بازیگر، سعید دبیر کانون نویسندگان ایران، سعید فدایی بود، پیش مرگه انقلابی که هماره در صف اول اعتراض استوار ایستاده بود. در زندانهای پسر رضاخان میرپنج هم همیشه حضور حاضر بود با جسارتی شورانگیز و روحیه‌ای رشکانگیز. به عنوان نمونه وقتی ورزش جمعی را برای زیر فشار قرار دادن زندانیان ممنوع کرده بودند، اکثریت زندانیان به آن تن در ندادند و اکثریت قاطعشان زندان را میگویم زندانبانان دسته ورزشکاران زندانی را می بردن زیر هشت دستبند قفانی می زدن و می بستن به شلاق یا با دستبند فلزی به میله های اتاق ملاقات آویزان می کردن و با این حال اونها را می داختن در سلول های انفرادی کثیف و غیر قابل تحمل زندان قصر. هر روز دسته ای را به همین نحو می بردن و دسته قبلی را بر می گرداندن. زندانیان بازگشته به ویژه آنان که لتپار شده بودند معمولاً به تقاضای بقیه یکی دو روزی استراحت می‌کردند و دوباره در حلقه ورزش به جمع می‌پیوستند. سعید هم از انفرادی برگشته بود با پاهای آشلاش، اما بدون لحظه استراحت با سماجت تمام یکسره رفته بود وسط حلقه ورزشکاران و با صدایی بلند که نگهبان پشت بند هم بشنود
به شمارش حرکات نرمش ادامه داده بود و دوباره به زیر 8 فراخوانده شده بود و باز همون شلاق خوردن ها و آویزان شدن ها و انفرادی رفتن ها. همین روحیه شجاع و نترس در شبهای عن سوت و گوته نه تنها گردانندگان که برخی از هنرمندان مدعی را به وحشت انداخته بود. آنان جوونی و بی‌نفسی خود را پشت انتقاد از سماجت جسورانه سعید پنهان کرده بودند. همین استواری همه جا و در همه حال صادق بود، چه در نمایشنامه هایش حسنک وزیر عباس آقا کارگر ایران نسیونال و چه در اجرای نمایشنامه ها و بعضاً بازسازی آن متن‌ها، چه در اشعار توفندش، اشعاری که پس از قیام سیاه‌کل ساخته بود، توپ‌های عمامادی شلیک بودند و نظام در رندخوی شاهی را به مساف می‌طلبیدند. همین روحیه بالا و شگفت‌انگیز در واپسین دم حیاتش هم با او بود. نقل است وقتی او را به عنوان نماد مقاومت همراه نوجوانان آرمان خواه در اولین صف تیرباران رو در روی جوخه مرگ قرار دادند، خواستش از قصابان نظام اسلامی بود که اول او را قبل از جوانها تیرباران کنند. اصولا جایی بود که این اجیتاتور بزرگ مخاطبینش را به شور و شیدایی نکشاند. او قادر بود کلمه را، جمله را، بیت را که از اعماق و جان و اعتقادش مایه می گرفت در هیجان صدای خشدار و گرمش چنان عاطفی، مهربان، معترض و بازخواز کننده و توفندش بپیچاند که امکان نداشت مخاطب تحت تأثیر قرار نگیرد. غیر ممکن است من تنداتون می خوانم، پوزش می خوام برای که می خوام اون وقتی رو که به من ابلاغ شده تا اونجا که میشه دقیقا رعایت کنم و پوزش بخوام از این شتابی که در خواندن دارم. غیر ممکن است نویسندگان شرکت کننده در نشست کانون نویسندگان که به اخراج 5 تن از نویسندگان نام‌آور توده‌ای کانون منجر شد لحظه ای را فراموش کنند که سعید پشت تریبون رفت و به خطاب به بهازین گفت، بهازین نویسنده، این نقل معنا از سعیده، به بهازین نویسنده مترجم و آموزگار خود احترام میگذارم، اما بهازین مدافع نظام آزادی کش را در درون کانون نویسندگان ایران نمیپذیرم. ایشان و همراهان خط امامی ایشان باید بروند. سرانجام اما حکومت ارتجاع تاب نیاورد و سعید عاشق را در شب عروسیش ربود و این آتش فشان مدافع مردمان لگدمال شده را خاموش کرد و داماد ما را به خون نشانید. شب 3 خرداد حوالی 6-7 در اون فضای پرتنش جلوی دانشگاه تهران، خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف اون و روزهای سیاهی که رژیم توسط آدم کشانش مثل هادی غفاری که امروز اصلاح طلب شده اند، ما هیئت دبیران کانون موفق شدیم آخرین نشست علنی من را در محله رسمی کانون خیابان فروردین روبروی دانشگاه تهران برگزار کنیم. ما سراسیمه گرد هم آمده بودیم تا درباره ادامه کاری کانون تصمیم گیری کنیم که در اعتراض به این آزادی کشی ها و تشدید سرکوب ها و فضای رعب و وحشتی که حکومت به راه انداخته بود بیانیه بدهیم و در صورت حمله اوباش حکومتی تکلیف جابجایی آرشیو کانون روشن شود که چگونه در شرایط مخفی خود و که چگونه خود را در شرایط مخفی سازمان بدهیم. از بیرون مدام صدای هیاهو می آمد، فریاد تظاهر کنندگان با شعارهای خشن حزب اللهی ها از همین نوع میکشم اون که برادرم کشت، حزب فقط حزب الله. و هر از گاهی هم صدای تکتیر همراه با فریادهای کشت بیپیچید در میان، در سرمان، در اون فضای جهنمی، در میان رایزنی هامون
سخن از بیشمار بازداشت شدگان میرفت و اعدام های بدون محاکمه خیابانی و سرانجام سخن از سعید زندانی در میان آمد. اسماعیل خویی بغض در گلو مشت گره کردهش را کوبید روی میز و رو به سمت حیاهوی حزب الله یا که همچنان فضا را تسخیر کرده بود پرسید سعید چه می شود؟ امشب بلایی سرش نیارد و سرش را پایین انداخت و با همون تکیه کلام خاص خودش و برای خودش گفت آه خدای من و ما توی خودمان فرو رفتیم. صدای مرگ شاعر نامیرا را شنیدی به خیال من کشیده شد به سمت اون تجسم جسارت تجسم تو امان عشق و کینه تجسم شعر اعتراض اون کارگردان و بازیگر شورشی اون رزمنده کمونیستی که سر در راه بهروزی کارگران و مردمان لگدمال شده نهاده بود. پس اون صدای میرا خاموش می شد. پس حکومت سرمایه‌داری دین پناه می رفت اون چراغ را بمیراند. اما مگر اون مردنیست؟ مگر صدای او میراست؟ پس کیست این که با همون صدای خشدار و گرم و پر در حالی که پلک‌هایش را مدام به هم میکوبد دارد برای کارگران و زحمتکشان میهن در بند میخواند سهم ما را بدهید، ما در کارخانه ها و معدن های تاریک می سوزیم و مثل توده های نیم سوز از دهان برق و زغال بیرون می ریزیم. سهم ما را بدهید، می دانی سهم ما گرفته نیست، می دانی. چهرش روبرویم قرار دارد، با همون چشمان شفاف و تیز و بز به مهربانی نگاه هم می کند. بیان که چشم از من بکند تون تون پلکهایش را به هم می کوبد و به هم می زند و به خنده سر شانه اش را اندکی عقب می کشد و غاه غاه می خندد. غاه غاه خندیدنش می شکفد و فضا را پر می کند و زمان را پر می کند. می خندد می خندد می خندد این غناری عاشق که کاکلش خونین است. از شکیبای شما متشکرم.